5, 4, 3, 2, 1. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم. الهی دیده ای ده که جز تو به دنبال پروردگار دیگری نباشیم و دلیده که غیر از مهر تو عبودیت دیگری و بندگی دیگری را نخواهد. الهی پاییده که با آن کوی مهر تو پوییم و زبانیده که با آن شکر آلای تو گوییم. ای رحمان و رحیم من، ای پروردگار من، خداوندا دلم را چشم بگشای، به معراج یقینم راه بنمای، به رحمت باز کن گنجینه جود. از خدا بخواید که با رحمت خودش امروز با دستای پربرکت خودش هر جا میری رزق و برکت و روزی باشه برات. این رزق میتونه یه آدم باشه که گره کارت رو حل کنه، این رزق و روزیه میتونه یه فردی باشه که بهت حس خوبی بده، میتونه پول باشه، میتونه هر چیزی باشه. وقتی خدا نور الهیش رو در وجود تو متولور میکنه، شما درونتون اونقدر نورانی میشه که خودتون حجاب بین خودتون و پروردگار رو برمیداری. بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرقها بر مغربت عاشق شود. الهی ای پروردگارم، بار خدایا، ای گستراننده هر گسترده، ای آفریننده دلها، ای کسی که فطرت خیش را بر قلبها جاری ساختی، خدایا آنچه از اعمال نیکوست تصمیم گرفتم و انجام ندادم را بر من ببخشای. خدایا ببخشای آنچه را که با زبانم به تو نزدیک شدم و با قلبم آن را ترک کردم. خدایا مراقب دستان من باش که جز تو به سوی کسی بالا نرود. خدایا مرا قلبی باش که جز تو خانه کس دیگری نباشد. کمکم کن تا با دیگران مهربان باشم، تا با مهربانیم محبت و مهربانیت را با تمام وجود احساس کنم. از تو میخواهم قلب تمام عزیزانم را که امروز در کنار منند، در هر جای دیگری و عزیز من هستند را شاد گردانی. بار الها خودت شفای بیماران باش و پر کن دستانی که امروز به سوی شما دراز شده است، آن هم از رحمت و برکت خودت. پروردگارا مرا بر خوان کرامت خود میهمان کن و به سرچشمه های رحمتت وارد گردان. الهی، الهی بزرگ، ای رزاق، ای روزی دهنده من، امروز تو را با این نام ها به زندگی خیش فرا می خوانم. ای توشم در سختی ها، ای امیدم در ناامیدی ها، ای همدمم در وحشت و ای همراهم در غربت، ای سرپرستم در نعمت و ای فریاد رسم در گرفتاری، ای رهنمایم در سرگردانی و ای توانگرم در تنگ دستی، ای پناهم در درماندگی و ای مدد رسانم در پریشانی. بچه ها، چه دخترتون چه پسرتون، با هر باوری که هستید، روزی شما در قلب شما و تو آسمون هاست. شمس تبریزی رو بهش میگند که خدا رو کجا پیدا کنیم، میگه غافل از این که همه دنبال خدا توی آسمون ها هستند، خدا را باید از اینجا دید، از توی قلبم.
خدا رو از قلبت بخوا. اگه میخوای برکتت زیاد بشه، اگه دنبال رونق کسب و کارتی، اگه میخوای خدا از خزینه یا خزائن غیبش برات ببخشه، رزق و روزیت زیاد بشه، یه جمله رو یادت باشه و یک عبارت رو: خداوند هر کرا بخواهد ثروت فراوان میبخشد. خداوند توی سوره سبع آیه 39 میگه ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، خداوند هر که را بخواهد روزی فراوان میدهد و خداوند روزی رسان بی حساب من است. بچه یادتون باشه این آیه و این عبارت که خداوند روزی رسان بی حساب من است، با هر زبانی که میخوای بگی، فارسیشه، عربیشه، با هر زبانی که دوست داری بگی، این قبل خواب یه آلارم درست کن برای خودت، یه آلارم درست کن برای خودت قبل از اینکه بخوابی. هر شب چشاتو که داری میبندی بگو خداوند روزی رسان بی حساب من است، روزی من از آسمون ها هر روز تو زندگی من جاری میشه، و بخواه، چون تو با این خواستنه به خودت انرژی میدی. بخواه این رو از خدا. خدا که به هر کسی بخواد بده که صرفا چرت که نمیندازه، میاد بر اساس باور تو میده، بر اساس خواسته تو میده. و ما گفتیم بیرون دنبال خدا نگرد، اینجاست، از همینجا، از همینجا دنبال تو خدات باش و خدا همینجاست. خداوند روزی رسان بی حساب من است، باشه؟ اینو یادتون باشه. و خدا به هر کی بخواد ثروت میده و من یکی از اونها هستم، تو یکی از اونها هستی، باشه؟ راه برو، یادت باشه رزق و روزیت شاید با رفتار آدم ها، با تحت تأثیر برخورد آدم ها دستکاری بشه، ولی زور خدا بیشتره. بعضی وقتا بعضی آدم ها به امون ظلم میکنن، نامردی میکنن، زن و مردم نداره ها، بیانصافی میکنند، حق تو میخورند، حق خوری میکنند. خداوند روزی رسان بی حساب منه. زور خدا از همه بیشتره، از همه زور خدا. خدا به هر کس که بخواد بی شمار روزی میده، بنابراین رزق و روزی را از خدا بجویید و او را بپرستید و او را شکرگزار باشید، زیرا بازگشت همه به سوی اوست و تنها به پیشگاه او برمیگردید. توی سوره عنکبوت آیه 17 خدا همینو میگه: و به زودی پروردگارت پاداشی را به تو عطا میکند که کاملا راضی خواهی بود. توی سوره زها آیه 5 میگه فقط بهش ایمان داشته باش، باورش داشته باش. اگه میدونستید و باور میکردید تنها آنچه نزد خداست برایتان بهتر است، نه چیز دیگری، سپاسگزار بودید. بخوای، از خدا بخوای. خداوند روزی رسان بی حساب من است. قبل خواب آلارم بذار برای خودت، رو گوشیت آلارم بذار، شروع کن به گفتن این عبارت که خداوند روزی رسان بی حساب من است. پروردگارم، از تو سپاسگزارم که امروز را به من یاری کردی و به دیدگانم رزق و روزی بخشیدی و یاورشان شدی تا چشم بر این دنیا باز کنند. بار الها از تو سپاس گذارم که روح مرده و خفتم را زنده کردی. از تو می خواهم در این روز پربرکت از حضورت
یاریم کنی تا در همه حال حضور تو را حس کنم و بدانم تو بینایی، تو سمیع و به کوچکترین افکار و احساسات من آگاهی. خدایا یاریم کن هرگاه توسط افکار و عواطف گوناگون آشفته می شوم، به خود بگویم خداوند من را می بیند، او بصیر است، خدا درون من جاری است. خیلی قشنگه وقتی فکر کنی خدا تو وجودت، دنبال خدا تو جاهای اشتباه نگردی. خدایا آتش احساسات منفی را با یاد تو خاکستر می کنم و آرامشی عظیم از طرف تو در قلبم جاری می سازم. خدایا حضور گرمت را در آغوشم می کشم. در این روز مرا به بزرگی خودت چیزهایی ده که بتوانم از آنها به بهترین شکل استفاده کنم. خدایا امروز یاریم کن تا هر آنچه را که به من داده ای از آن آگاه شوم و راضی شوم، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند. به حق الله رحمان و رحیم، آمین یا رب العالمین. یه بارت رساق، یه بارت سمیع، یه بارت خداوند روزی رسان بی حساب من است. نترسید، با زبون میگیم، با دلمون نمیگیم، بعد میگیم خدا کو، خدا، خدای وجود نداره، خدایی نیست. از اینجا بگو، از اینجا شروع کن، با دلت بگو، بسپار بهش. من که باورش دارم، برای بچه‌ام، برای همسرم، برای عشقم، برای پدر مادرم، برای رزقم، میگم خدا از بهترین راه ها عزیزای من رو با عشق، با حال خوب، با رزق، با روزی در کنار خودش نگه میداره و برای من حفظ میکنه. خداوند روزی رسان بی حساب من است. به رسم هر روزمون که وقتی مناجاتمون رو انجام میدیم، میریم مینویسیم برای خدا، زیر پست آخر خدا رو با همون نام یا ذکری که دوست داری امروز توی زندگیت باشه دعوت کن و صدا کن. خداوند روزی رسان بی حساب من است. فقط همین چیزی که میگی رو باور داشته، یا رزاق، یا سمیع، یا بصیر. دوستتون دارم، مرسی که هستید، عاشقتونم، مراقب خودتون باشین. امروزتون هر جای دنیا که هستین پر برکت، پر خیر، پر رزق، پر روزی، پر از حال خوب. قربونت برم لیلا جونم که میگی من دیر وصل شدم، ادامه بده عزیز دلم. ایشالله فردا صبح دوباره ساعت 6:30 صبح کنار هم دیگه خواهیم بود. باشه، قربونتون برم، میبینمتون دوباره فردا. مراقب خودتون باشین، 6:30 صبح فردا. ملیحه خوشگلم، مراقب خودت باش. خداوند روزی رسانه بی حساب من، بسوار دست خودش، خودش بلده. خدافظ.